پیچ به چپ کنتر کنتر نشین امو بذار برن از خیرشون بگذر چی میگی؟ یه چمدون جنسو بدم برن؟ بازو تا تف فشار بده اگه دستم بهشون برسه حالشونو جا میارم تو اشتباه کردی نباید بهشون اعتماد یا باشون را میامدی الان مجبوری ولشون کن حرف نزن بهشون برس باید تمام پولو بهشون میده برو تونتر برو اگه فرار کنم دیگه تو این کار حیثیتی برام نمیمونه من باج به شغال نمیدم بچم الان میگیرمش تونتر برو لامستم بده این میره کنتر از این نمیره خیلی خوب نگردار میرسه قرارمون نبود چی کار میکنی؟ چی کار میخواستی من بکنم؟ کار ما اینه من باید بکشمت تو قرار بود زندگی منو نجات بدی نه اینکه زندگی منو نابود پس هر کاری میکنم بکن این کارو نکن قاچاق عاقبت نداره
نمیخوام یه عمر قاچاقچی باشم. وقتی با پولش زندگیمونو درست کردم، هر کی بیفته تو این کارا دیگه نمیتونه برگرده. من کلی به مردم بدهکارم. وزیر، این راه برگشت نداره. پس میگی چی کار کنم؟ برای چی گوشی رو بر نمیداری؟ دیشب خواب بدی دیدم، ترسیدم گوشی رو بردارم نکنه خوابم تعبیر. خواب درسته. خدای من، تو میفهمی چی داری میگی؟ آره میفهمم چی دارم میگم، اصلا ازم سوال نکن، فقط گوش کن. ما وقت زیادی نداریم. ما؟ آره ما. گوش کن فریبا، یه چمدون از لباسای مورد احتیاج سه نفریمون رو جمع کن، آماده باشین تا یه ساعت دیگه میام دنبالتون. فهمیدی چی گفتم؟ الو 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 فریبا، الو، چرا جواب نمیدی؟ الو الو فهمیدی؟ آره فهمیدم چی گفتی. بریم بجون، باید عجله کنیم. مامان جونم، چیه؟ حالت خوب نیست؟ عزیز، باید هرچه زودتر از شهر خارج بشیم. پاشو هرچی لازم داریم بریز تو چمدون. باز چه دست گلی به آب دادی؟ دست گل و نوه عزیزت بصیر به آب داده. من نباید بفهمم چی شده؟ لازم نکرده تو بفهمی. پیرزن رو چه به این حرفا، پاشو اساسیه رو جمع بکن، وجود تو ماشین لازمه. آخه بگو چی شده؟ واسطه ها از همون سهم بیشتری میخواستن، منم زیر بار نرفتم. اونا یه دفعه اسلحه کشیدن و ما رو تهدید کردن، بعدش هم جنسا رو ورداشتن و در رفتن. ما مجبور شدیم بهشون تیراندازی کنیم. آتیش بیار مرکی، خودت تو هستی. کی میخوایی دست از این کسافت کاریات ورداری؟ اینم از ننگ ما. تو چه جور عمویی هستی؟ عوض این که جلوی برادر زادت بگیری و نذاری خودشو به کشتن بده، تو خودت میذاریش جلوی گلوله. مسعود بسته بود، حالا نوبت پسرش شده. بازم شروع شد. الان خیالته که کجا بری؟ منو کجا میبری؟ معلوم نیست، فقط ممکنه برن ما رو لو بدن. یعنی مامورین میریزن اینجا؟ کجا میخواییم بریم مامان؟ بابا با میخواییم بریم مسافرت. اگه میخواییم بریم مسافرت چرا تو خوشحال نیستی مامان؟ برای چی گریه میکردی؟ نه پسرم، من منتظرم که بابات بیاد بریم. بچه رو گریه میکردی؟ من گریه نکردم پسرم، من خیلی خوشحالم. دروغ میگی مامان، من خودم دیدم که داشتی گریه میکردی. باز بابا اذیتت کردی. نه پسرم، تو اشتباه میکنی، بابات اذیتم نکرده. اون دفعه هم تقصیر بابات نبود. خدا نفهمیده فریبا، شب یه من رانندگی کرده بودم، صبح بود، خوابم برده بود. دفعه چشمو وا کردم دیدم بغل جاده‌ام، دیگه نتونستم اتوبوسو نگه دارم، خوردم به یه سواری، دیگه هیچی نفهمیدم. هیچی. چند نفر مردن؟ نمیدونم چی بگم. پنج نفر پنج نفر بودن. آره آخه چرا خوابت برده بود؟ چرا؟ چی بگم؟ تمام شب رانندگی کرده بودم، با
واسه یه لحظه حالا من چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ از زندون که بیام بیرون تلافی میکنم. باز بابا اذیتت کرده؟ نه بابا اذیتم نکرده. اگه بابا بخواد اذیتت کنه من دیگه دوستش ندارم. نه پسرم بابات نمیخواد منو اذیت کنه. بابات گرفتاره، چاره ای نداره. پس چرا نمیاد؟ گفت بریم مسافرت. کجا؟ با کی؟ نمیدونم، نمیدونم. مامان، کجا رفتی؟ سلام پسرم. چطوری؟ خوبم. چرا اینقدر دیر کردی؟ مامان چمدونش هم بسته که بریم مسافرت. کجا میریم بابا؟ میریم بیابونا. با کی؟ با عمو عزت و مادر بزرگ و بقیه. بابا تو که مامان اذیت نکردی؟ برای چی این سوالو میکنی؟ مگه نمیگفتین شما آدمایی که میرن مسافرت خوشحالن؟ پس برای چی مامان امروز همش گریه میکنه؟ اینطوری نگام نکن. میدونم مقصرم، میدونم اشتباه کردم، میدونم که باید به حرفت گوش میدادم، میدونم، میدونم. اما حالا شده، تو بگو چی کار کنیم. آدم که نکشتی، کشتی؟ نه، آدم نکشتم. لوتون دادن؟ نه، ولی هر آن ممکنه این اتفاق بیفته. هنوزم دیر نشده. بیا بیا برو خودتو معرفی کن. وقتی خودتو معرفی کنی وضع خیلی فرق میکنه. با این همه مواد هر کاری بکنم وضع هیچ فرقی نمیکنه. میفرستنم بالای دار. اینو دلت میخواد؟ اگه اینو دلم میخواست خیلی وقت پیش ازت جدا شده بودم. من هنوز ناامید نیستم. ما وقتی این موادو تحویل بدیم پول خوبی گیرمون میاد. با اون پول میتونیم از مرز خارج بشیم، میتونیم توی یه کشور خارجی زندگی جدیدی رو درست کنیم. اون وقت میتونیم همه چیزو فراموش کنیم. بصیر، من دیشب خواب دیدم که این خونه تو آتیش داره میسوزه. وسط آتیشو کوروش وایساده بود، منو صدا میزد، از من کمک میخواست. من خواستم بهش کمک کنم، اما یه دفعه همه چی خراب شد. همه ی خونه سوخت، هیچی نموند، همه چی تبدیل به خاکستر شد. من کوروش دیگه پیداش نکردم. میفهمی؟ تو مطمئن باش من هرگز نمیذارم آسیبی به این بچه برسه. این بچه همه ی زندگی منه، همه یه کارا به خاطر این بچه است. ما تازه از مشکلات اون حادثه لعنتی خلاص شدیم. من به فکر آینده شما هم، آینده تو، آینده خودم، آینده کوروش. همه چیز بسته به این سفره. فقط این سفره تو با ما بیا، بعد هر کاری تو بگی میکنم، بهت قول میدم. Thank you.
بفرمایین. سلام سرکار. سلام جناب سرهنگ، چه عجب یادی از ما کردین. میدونم که حالت خوب نیست، اما مجبور شدم بهت تلفن بکنم. طوریم نیست جناب سرهنگ، یه تب و لرز مختصر، گاهی اوقات میاد و میره. از لحن صدات معلومه که بهتری، بنابراین سرگرد، من با روحیه‌ای که از شما سراغ دارم، میدونم که توی این موقعیت اضطراری همکاراتونو تنها نمیذاریم، حتی در حد یک مشورت. متاسفم سرگرد که ناچارم امروز تو رو از بستر بیماری به سر کار بکشونم، به خصوص که هنوز در حال مرخصی هستی. ولی موضوع مهمی پیش اومده که مجبوری خودت هر چه زودتر به دفتر من برسونی. چشم، همین الان خودمو میرسونم قربان. باجون دوا. متشکرم دخترم. زود بخورش، یادت رفته بود. چشم چشم دخترم، حتما دوامم میخورم دخترم. قربونش برم عزیزم. بوچینم جونم عزیزم. تو اصلا به فکر سلامتی خودت نیستی. سلامتی من مهمتره یا سلامتی جامعه؟ برای من سلامتی تو. من مشکلی ندارم، میبینی که سالم و سرپام. تو چند روزه که بستری بودی، حالت خوب نیست. دکترم که بهت استراحت داده، هنوزم در مرخصی هستی، پس کجا میخوای بری؟ من یه سر میرم گروهانو برمیگردم. پس اینو بپوش و برو. نه هوا خوبه، من زود برمیگردم. خداحافظ. نه خیر، هوا سرده، تو هم اینو میپوشی. فایده ای نداره جناب سرگرد. چرا بسته است؟ بچه پاشین، جناب سرگرد اومد. ایست، خبر، دور. راحت باشین. سلام قربان. سلام. سلام قربان. سلام. 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 دفعه کسالت شد قربان. نه، یه کار فوری پیش اومده جناب سرهنگ، احضارم کردن. لطفاً بیاین بالا. آقایون بفرمایید در خدمت جناب سرگرد. بی مقدمه آقایون باید بگم مشکلی پیش اومده که با یک آماده باشه فوری باید عملیاتی رو شروع کنیم. خواهش میکنم بفرمایید. گوش کنین آقایون، دو قاچاقچی به نامهای عزت کاووسی و بصیر کاووسی قصد دارن یک محموله مواد مخدر رو به قاچاقچیان این منطقه تحویل بدن. جناب سرهنگ از حوزه استحفاظی خودمون علارغم این که من در مرخصی بودم احضارم کردن و خواستن که ما به هر قیمتی شده مانع عبور اونا بشیم و نذاریم این محموله رد و بدل بشه. با توجه به تلفن راپورتچی و احتمال بروز اختلاف بین قاچاقچیان، مسلماً این دو قاچاقچی برای عبور از جاده اصلی گذر نخواهند کرد. اونا در این وضعیت مجبورن از مسیرهای فرعی و کوه و کمرها راهی برای رسیدن به منطقه پیدا کنند. بنابراین ما بایستی تقاطع مسیرهای فرعی رو با پست‌های دیدبانی ببندیم. من نقشه رو به دقت بررسی کردم. ما باید فاصله اینجا تا اینجا رو چند پست دیدبانی اضطراری بگذاریم. متوجه شدین؟ بله قربان. صدفان، الان ساعت 9:10 است. تو فقط 10 دقیقه فرصت داری تا افراد رو برای حرکت آماده کنی. چش قربان. با توجه به تعداد افراد و مسئله حفاظت و مراقبت از پاسگاه، برای هر پست دیدبانی 2 نفر رو انتخاب کن. ساعت 9:20 از اینجا حرکت میکنیم. اطاعت میشه قربان. متشکرم.
زندگانی دوم. نداری؟ بله قربان. تو مسئول این دیدبانی هستی. سعی کن قبل از رفتن آخرین ماموریت رو با دقت انجام بدی. مطمئن باشین قربان. به محض اینکه ماشینی مشاهده کردین فوراً با من تماس بگیرین. چشم قربان. موفق باشین. متشکرم. نادری؟ بله قربان. تو این مدت که با من کار کردی سرباز منظم و باهوش و جدی بودی. من قبل از مریضی یه تقدیرنامه برای تو نوشتم فرستادم ستاد. فکر میکنم بعدم به دردت بخوره. متشکرم قربان. ما به گشت زدن بین دیدبانی ها ادامه میدیم. بله قربان. خیلی خوب. خب دیگه بفرمایی قربان. کار روز آخری خدمتمون هم در اومد. پسر خوش به حالت. داری ترخیص میشی، میری دنبال زندگی شخصی خودت. تو هم مرخص میشی، چشم به هم بزنی خدمت تموم میشه. پس جناب سرگور چی بگه که 30 سال باید خدمت کنه؟ خمم به ابروش نمیاره. من که اصلا فکر میکنم تا آخر میخوام سرباز باشم. جناب سرگرد میگفت بعد از پایان خدمت یه دوش آب گرم که بگیری تمام سختی های خدمت از تنت میاد بیرون. نادری برام عجیبه که تو اصلا خوشحال نیستی. چون توی خونه کسی منتظر من نیست. چطور مگه؟ قبلا که بهت گفته بودم بعد از فوت مادرم پدرم با زن دیگه ای ازدواج کرد که اون زن خودش دوتا پسر داره. حالا اونا شدن پسرای بابام. تو اون خونه دیگه جایی برای رفتن من نیست. باید فکری به حال خودم بکنم. راستش تازه اول تلاش بدبختی هست. راستی ساعت چنده؟ این آخر خدمتی ساعت ما هم از کار افتاده. بله اینم نیش و کنایه‌ای بود به اونایی که بی هیچ حساب و کتابی بچه دار میشن. و اما سعید اسلامی از هفت دفعه نوشتم خانم به آقا گفت مرد این کبریتی که خریدی همه چوباش سوخته. چه میزوزن؟ من تک تک اونا رو امتحان کردم هیچ کدومش رو نکردم. گریه میکنی؟ طوری شده؟ نه چرا وایستدی؟ مامورا حتما بختیار راپورت داده. نترس مادر. چی شدی مامی؟ چیزی نیست پسرم، نترس. حالا باید چیکار کنیم؟ راه فرار نداریم، باید برگردیم. ما نمیتونیم برگردیم، بایستی حتما به راهمون ادامه بدیم. چجوری؟ اونا جلومونه، نمیذارن بریم. اول آهسته حرکت کن. وقتی بهت گفتم یه دفعه سرعت بگیر. این کارو نکن بصیر، بچه تو ماشینه. بزنت بگو دخالت نکنه. فریبا راست میگه، اونا ممکنه به ما تیراندازی کنن. به خودتون و جوانای مردم رحم کنین آخه. عزت میخوای همه رو به کشتن بدی؟ بی خیالش، اگه با سرعت بره جلوشون کنار میکشن. خدایا این بچه های من دیوونه شده. آخه تو این وضع میگه برو، کجا بره؟ کجا؟ کجا؟ عزیز یه دقیقه ساکت میشی یا نه؟ برو روشون، اگه با این بار هیروین بگیرنمون جفتمون رو اعدام میکنن. برو میگم برو بصیر. خدایا این چه سرنوشتی بود برای من. منو کوروش با شما نمیایم، ما پیاده میشیم. فریبا خواهش میکنم تو دیگه حرف نزن. چرا حرف نزنی؟ شما هم برین پایین.
خب منم میرم. بلنشین محسول پاشو، محسن پاشو. عزیز ما تا آخرش میریم، هیچ کس پیاده نمیشه. تو دیگه خف خون بگیر، زلیل مرده، صاف پا گذاشته جای پای اون. آماده باش، وقتی بهت گفتم برو یه دفعه سرعت بگیر. بصیر معطل چی هستی؟ راه دیگه ای نداریم، به حرفش گوش کن. پسر تو دیگه خفه شو. عزیز ساکت. چرا وایسادی؟ چرا نمیری مامان؟ ای خدا کمکمون کن، خودت نجاتمون بده. بسیر برگرد مادر، به حرف اینا گوش نکن. بابا چرا وایسادی؟ برو دیگه. بصیر خودتو نشون بده، عاجز نباش، مرد باش. برو عمو، برو. ای خدا داری نکنم. من دیگه حق نیست، حالا حق بشین. برو. آفرین، تندش کن. برو بسی تندتر با برو که رفتی. ایست شلی کن. چشت سینه نه نمیتونم بده من فرمونه. یه روز از خدمتت مونده؟ خوابت برده؟ سرباز آدری جواب نمیده قربان. یه دفعه دیگه با پیک دو تماس بگیر. اطاعت قربان. از مقره یک به پیک دو، از مقره یک به پیک دو جواب بده. پیک دو صدای منو میشنوی؟ جواب بده. بده ببینم. از مقره یک به پیک دو جواب بده. گفتم چی شده؟ اون قاچاق چیا؟ نجب و مرداد نادری رو کشتن. از کدوم طرف رفتن؟
از این طرف. بسیر! منو پیاده کنین! ماشینو نگردار! منم نمیخوام با شما بیام! نمیخوام! بسیر! ماشینو نگردار! با تو هم! دارم میگم ماشینو نگردار! بشین مادر! حالا که موقع این حرفا نیست دختر! دیگه کار افته! جون هممون در خطره! بس دیگه عزیز! ما هیچ کدوم حیوان نیستیم که! نمیتونیم با این حیوانا ادامه بدیم عزیز! من باید برم چی میخوان از جون ما! ولش و کوراش! بسیر! ماشینو نگردار ما پیاده بشیم! نگردار! زود وسط بیابونا وایسا! من دیگه این راهو ادامه نمیدم! من دیگه نمیخوام با این آدم کشا باشم! من دیگه نمیخوام با این جانیا همسفر باشم! وایسا! نگردار ما پیاده بشیم! آخه! کجا میخوای بری تو این بیابون؟ کجا میخوای بری؟ چه این نیست برای رفتن؟ نگردار تو من پیاده بشم! خیلی خوب بیا! بریم بسرم! بیا برو پایین ببینم چی کار میکنی؟ ببین چی کار میکنی با خونه مادر؟ ببین چه بلایی سر آمد؟ کجا پرشده میشونه؟ بیابونشین لباس سفر بودن با شما هاست! بایش تا ببینم! بابا چرا ببین ما رو تو چه جهنمی انداختی مرد خدا ذلیلت کنه انشاءالله بس دیگه فریبا خانوم بیا برو تو ماشین چه خبرتون آخه چی کار میکنین چرا به جون هم دیگه افتادی چرا زن بچه ما خودتون آوردی شما هم چی دیگه افتادی بلش کن منصور محسن ای موفرشنی هریونی ای بدبخت تو برو هی موهات رو فر بزن بچه های منه به چه روزی انداختی جناب سرگردی نمان با سروان هیدری تماس بگیر و بهش بگو مسیر دوراهی رو از اون طرف ببند. چش قربان. از مقر یک به پیک چار شنیدی بگوشم. اگه صدای منو میشنوی بگوشم. پیک چار صدای منو میشنوی بگوشم. شنیدم مقر یک بگوشم. جناب سروان هیدری طبق دستور جناب سرگرد نیروهاتونو بیارین اون طرف دوراهی مستقر کنید. عجله کنید. از پیک چهار به مقر یک. جناب سرگرد، صدای منو میشنوید؟ بگوشم. جناب سرگرد، ما الان سر دوراهی مستقر شدیم. نیروها موضع گرفتن. خودروی قاچاقچی ها به احتمال زیاد داره به شما نزدیک بشه. کاملا مواظب باشین. اونا مسلح هن. چشم. وضعیتتونو بگید. چشم قربان. توضیح میدم. جاده رو کاملا زیر نظر گرفتیم. منتظر دستورات بعدی شما هستیم. موفق باشید. متشکرم.
مقر یک بگوشم. بده خودم صحبت کنم. مقر یک بگوشم. سرگرد، این لحظه خبری از اونا نیست. احتمال این هست که از گردنه خاکی رد بشن. اون راه قابل عبور نیست. اگه از اونجا برن حتما توی شنگیر میکنن. بله قربان. شما با یگانه برای دیدبانی از گردنه برین بالا. ما هم دور میزنیم میایم اون طرف گردنه به شما ملحق میشیم. اتفاق قربان. بریم. متشکرم. بسیر، صدا را شنیدی؟ صدای چی بود؟ ماشین، کجا؟ از اون طرف بود. برو بدن دنباله بود. بری معلوم میشه. بسیر، راست میگو. بیا. صدا میاد. تکون نخورین، بی حرکت. حرکت اون طرف. حرکت نکنین. حرکت کنین شلیک میکنم. اسلحتون رو بندازی زمین و الا آتیش میکنم. بندازی زمین. اگه یه قدم جلو برداری سوراخ سوراخ میکنم. فهمیدی چی گفتم؟ اسلحتون رو بندازین. را بیافتین. دستاتون هم ببرین بالا. جنبید. ای
تو ببینم. لعنتی، لعنتی، کجا میخواستی در بره؟ بلند شو ببینم، را بیفت. سرمان هیدری هستم جناب سرگرد، بفرمایید. هیچ خبری از مورد نشد؟ خیر قربان. خاطر چی هستی؟ تماس بگیر. بگو. از پیک گردنه به مقر یک بگوشم. از پیک گردنه به مقر یک بگوشم. بگو. گردنه به مقر یک بگوشم. یگانه بگوشم. قربان. بگو. سرگروهبان فتی متاسفانه کشته شد. منم اسیر شدم. خدا از من خواستن با شما تماس بگیرم و خواستشون رو مطرح کنم. اونا منو گروگان گرفتن قربان. من اسیرشونم. قاچاقچی ها تهدید کردن که اینو من به شما بگم که اگه در مسیر حرکتشون مانعی ببینن منو میکشن. مفهوم این منو میکشن. شنیدی قربان؟ منو میکشن مفهومه؟ مقره یک به پیک چهار. سرمان هیدری صدای منو میشنوی؟ بره بگوشم. ماشین حامل قاچاقچیان از مسیر شما عبور میکنه. بدون هیچ عکس العملی راهو باز کنید و بذارید رد شن. قضیه اضطراریه. جسارت جناب سرگرد، ولی چرا باید این کارو بکنید؟ شما وظیفتون انجام بدید. چشم جناب سرگرد، ما وظیفمون رو انجام میدیم. متشکرم. اذیتش نکن مادر، گناه داره. نگاش کن، آخه اینم مادر داره. جگر من میشه که تو این کارا رو باش میکنی. ساکت. نوها بسته هست؟ نیروها مونه؟ ای تو خفه، فقط دعا کن را باز کنم. ای وای، نگاه کن منصور، ببین منصور، جلوی نگاه کن منصور، میبینی؟ جان بخورن اینو میکشم. آخه این بدبخت. الان اینو میکشن همه. بمیریم راحت شی. نه راه باز کنید، بریم کنار، بریم کنار. میتونید برید. از مقر چهار به یک، از مقر چهار به یک. مقر یک بگوشم، مقر یک بگوشم. بفرمید جناب سرمان. بله خودم حرف میزنم. سرمان هیدری بگوشم، بفرمایید. مورد از موزه ما بدون درگیری در مشینار چهار مرد، سرباز یگانه، دو زن و یک بچه بودن. اونا الان به سمت شمال غربی در حرکتن. دستور چیه قربان؟
فوراً از مرکز فرماندهی تقاضا کنید یک هواپیما در اختیار ما بذارن. بایستی منطقه رو کاملا شناسایی کنیم و اگه مقدور باشه در تنگنا قرارشون بدیم. از مقر چهار به مرکز فرماندهی، از مقر چهار به مرکز فرماندهی. مقر یک در وضعیتی قرار گرفته که فعلا به علت گروگان گرفته شدن یکی از سربازها و خطر جانی اون عملیات ضربتی نمیتونن انجام بدن. ما تنها میتونیم مورد رو زیر نظر داشته باشیم. برای این منظور و شناسایی رد قاچاقچی‌ها اگه هواپیمایی در اختیار داشته باشن میتونن به عملیات خودشون ادامه بدن. بسیار خوب، بس کنید به جناب سرگور تا صدای منو بشنوند. بفرمایید قربان، صدای شما رو میشنوم. جناب سرگور، ما که برای هر موردی نمیتونیم از هواپیما استفاده کنیم. با این حال سعی خودمو میکنم، چنانچه مقدور بود خود پیک سیار با شما تماس میگیره. به هر حال امیدوارم و انتظار دارم کارتون با نتیجه مطلوب تموم بشه سرگرد. موفق باشید. از پیک سیار به مدار یک میشنوی؟ از پیک سیار به مقر یک؟ از پیک سیار به مقر یک؟ صدا میشنوی؟ بگوشم. پیک سیار صدا واضحه، شنیدم. پیک سیار صدا واضحه، با جناب سرگرد صحبت بفرمید. از مقر یک به پیک سیار، بگوشم. جام سرگرد، من آماده پروازم. حوالی گردنه خاکی امکان فرود هواپیما نیست. تقاضا دارم از روی نقشه جغرافیایی تشریف بیاریم به منطقه 9، اونجا در خدمت شما. مقر یک پیامتون رو دریافت کرد. ما به طرف منطقه 9 حرکت میکنیم. پیدامون کردن. بشین. وای خدایا، دنبال ما داره میاد. برو بالا منصور، ببندش بر اجبار. داداش من پیداشون کردی، برو پایین. با قید احتیاط بالای سرشون مانور بده، در حدی که ببینم به چه سلاح‌های مسلح هستن. اونتر برو. نمیشه که. اونتر برو، برو تا محل قرار راهی نمونده. خفه داره میاد. آره
اینجوری فشنگاشون به راحتی تموم میشه. چه خبرتونه؟ خفه شی؟ بیا بیا دیگه بیا بیا بشنگ زیادی هم نداریم. متشکرم سربان، دیگه کافیه. فکر میکنم شناسایی انجام شد. اون چه که باید بفهمم فهمیدم. اونا دارن میرن به سمت دخمه قدیمی. باید خودمونو برسونیم به اونجا. اگه قاچاقچی های حرفه‌ای و مسلح اونجا کمین کرده باشن چی؟ ظاهرن که اونجا زیروحی دیده نمیشه. مامان چرا اجازه نمیده از بالا ببندیمشون به رگبار؟ نه سربان، زن و بچه تو اون خودرو هستن. در ضمن سرباز یگانم گروگان اوناست. به هر حال من مطیع دستور شما. متشکرم. سلطان نصیری، سلطان نصیری. بله جناب سرکار، بگوشم. محل تحویل جنس شناسایی شد. سریع خودتو با افراد کافی به دخمه قدیمی در منطقه غربی برسون. تأمل نکن، وقت زیادی نداریم، مفهوم شد؟ بله جناب سرکار، بله. متشکرم. در خدمتم. برو جلوتر، ما باید زودتر از قاچاقچی ها در دخمه قدیمی فرود بیاییم. جناب سرکار، بیش از این دیگه نمیتونم برم جلو. اونجا منطقه خطرناکیه. از همه طرف به وسیله تپه ها محصور شده. پرواز و فرودمون غیر ممکنه. یعنی هیچ راهی نیست؟ نه جناب سرگرد. بسیار خوب. یه مقدار برو جلوتر. حوالی دخمه هر جا که برات مقدوره منو بذار زمین و خیلی سریع منطقه رو ترک کن. تنهایی؟ بله. کار خطرناکیه جناب سرگرد. چاره‌ای نیست. اگه زودتر اقدام نکنیم ممکنه این کثافت‌ها تا رسیدن نیروها جنسا رو تحویل بدن و فرار کنن. اونا موقع فرار قطعا سرباز یگانه رو زنده نمیذارن. جون اون سرباز در خطره. غریب. بله این کار شما یه خودکشیه جناب سرگرد. من این کارو نمی کنم. این یه دستور نظامیه. تو مجبوری اطاعت کنی. هر طور شما دستور بدین. پیاده میشم. برو پایین. همینجا خوبه. فوراً خودتو برسون به مقر فرماندهی. اطاعت میشه. موفق باشید جناب سرگرد. متشکرم. برو به امان خدا سروان. We'll be right back.
میگم نکنه زیر قولشون بزنن و سر قرار نیاد. جابر و دار و دستش از آدمای قدیمن، غیر ممکنه زیر قولشون بزنن. خون سرد باش. چطور میتونم خون سرد باشن؟ نیروهای انتظامی پشت سرمونن. اونا نمیتونن به این زودی به ما برسن. منصور بیارش بیرون. نه، کجا میخوایین ببرینش؟ کجا میخوایین ببرینش؟ این جوونه گناه داره. باش برو ببینم. نه از اینجا نبرینش، از اینجا نبرینش. خدا بگم چی کارتون کنه بیرحمو. خدا نبرینش، جوونه نبرینش، تو رو خدا نبرینش. ببرشون پشت، فیتیلاشو خاموش کن، دیگه زیادی داره دود میکنه. برو، را بیافت. برو 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 برو. اون سرباز بیچاره رو کجا دارن میبرن؟ تو هم شدی مثل اون حیوونا؟ چرا وایستادی؟ تو رو خدا نظر بکشنش. برو جلوشو بگیر، نظر بکشنش. نمیتونم، من نمیتونم، دیگه نمیتونم، 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 نمیتونم. پسرو کجا بود؟ بردار. هشتون جان برگرد. گفتم برگرد. اسلحتو بنداز زمین. گفتم اسلحتو بنداز زمین. کسافت. فکر نمی کردی من اینجا ببینی؟ اسلحشو بگیر. را بیافت. بلند شو. با شما هم همتون خوب گوش کنین. هیچ کس از جاش تکون نخوره. ما یه نفر از شما را اسیر گرفتیم. اگه کسی تکون بخوره اینو سوراخ سوراخ میکنم. با زن و بچه هم کاری نداریم. اونا میتونن برن داخل ماشین. بریم دختر، بریم تو ماشین. مامان زود باشیم. بریم. خدایا، خدا بیرون نیاد. برو برو، نگفتم گیر میافتیم؟ برو اسلحه هاشونو بگیر. تو چی کار میکنی پسر؟ وایسا. دنسر رو از تو ماشین بیار بیرون. زود باش. با تو هم. زوره بی خودی نزن. تا چند دقیقه دیگه جابر و دار دستش میرسن اینجا و دخلتون رو میارن. خفش و کسافت. کاری رو که میگم انجام بده. ما هیچ کاری رو انجام نمیدیم. تو هم هیچ کاری نمیتونی بکنی. سر جات بایسا. دیگه خون خون ریزی بسه. ما جنسه رو تحویل میدیم. چی داری میگی احمق؟ دیگه کارمون تمومه. لامصب دیگه چی میخوای؟ من این همه راه و با آب آتیش نزدم که بیام این جنسه رو تحویل این بدم. یادت رفته به من چقدر بده کاری؟ اومدن اومدن جانمی جان. Yeah.
دستگاه رو بردم بزنش! بزنش! بزن! بزن مدهان کن! مدهان چیزی! بزن! بزن ازم! بزن! ازم! خدا کمک کنه. خواهی به خون ریزی خاتمه بدی بدون اینکه متوجه چیزی بشن باشون حرف بزن، وقتو بگذرون. تا چند دقیقه دیگه نیروهای انتظامی به اینجا میرسن، تا اون موقع همه چیز باید عادی جلوه کنه. شنیدی چی گفتم؟ باشه، من این کارو میکنم، به شرط اینکه شما مردونه قول بدین اگه واسه منم اتفاقی افتاد به زن و بچه‌م کمک میکنین. اونا بیگناهن، من اونا رو تا اینجا کشوندم. قول میدی؟ آره، قول میدم. کمکم میکنین جسد اینو ببریم تو ساختمون؟ سرکار یگانه، اونو با خودت بیار. میکشمت. خوش اومدی جابر. تا
پسر برادر عزت کابوسی هستی؟ آره. خودش کجاست؟ عزت تحت تعقیب بود، سلا نبود بیاد. با کی اومدی؟ با زن و بچه‌ام. چرا زن و بچه با خودت آوردی؟ اگه اونا رو با خودم نمی آوردم ممکن بود تو را به هم شک بکنن، اون وقت ماشین رو می گشتن. تو را برات اتفاقی که نیفتاده؟ نه، خیلی راحت و بدون دردسر با آخر خط رسیدن. جنسا کجاست؟ پولا کجا؟ جنس ها زیر ماشین جاسازی شده، الان واسه تون در میاد. یه دقیقه صبر کنید. بایستو ببینم. از جا تکو نخور. چی شده جابر؟ چرا اسلحه کشیدی؟ داری به من کلک میذاری؟ برو! ای خودی اون بالا نرو، اونجا هیچ کس قایم نشده. برو جابر! ماشین رو روشنش کن. بله قربان. عجله کن. زود باش. بیا.
جناب سردار، مواظب باشی. بیا بیا ناراحت نباش، تو باید زنده بمونی. یگانه، تحمل کن، تو نباید بمیری، تو باید زنده بمونی. نیروهای انتظامی حالا میرسن، تحمل کن، آروم باش، دیگه چیزی نمونده. یگانه Mansur! 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 Mansur!
جناب سرگرد، شما زخمی هستین، بفرمایید سوار ماشین بشید. مهم نیست، من با این خانواده میرم. هر طور میل شماست قربان.